درود، امروز ورزشمون باز برای شکمه، ولی همینطور که بهتون گفتم همیشه وقتی شما هر حرکت ورزشی رو درست انجام بدید برای همه قسمت های بدنتون برای یه قسمت بیشتر روش تمرکز میشه. وقتی شما دستتون رو میگیرید بالا شکمتون کشیده میشه، وقتی که دستتون رو میگیرید بالا روی قفسه سینه، روی زانوی پا، کف پا، همه تاثیر گذاره. حالا امروز ما ورزش هایی که باز انجام میدیم خوابیده روی دوشک انجام میدیم و شما هم هر چند تایش رو که میتونید هر جوری که میتونید رو انجام بدید. برای شکم وقتی میخواید ورزش کنید حتما وقتی صاف میخوابید یادتون باشه که برای که مطمئن باشید ستون فقراتتون صاف هست این چونتون رو تو گوده گردن قرار بدید که مطمئن باشید صاف ستون گردنتون هم ستون فقرات همه صاف هست. حالا دستتون رو وقتی میکشید یادتون باشه که دست رو قشنگ وقتی میخواید بکشید بلند میکنید به طرف بالا هم میکشید و میارید پایین و بلند میشید. هر حرکت ورزشی رو به این صورت انجام میدید. خب دو بلند میشید تا اونجا که ممکنه روی شکم فشار میدید. خب میکشید دستتون رو بیرون. سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا دستتون بذارید پشت گردنتون و به این صورت برشید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت دو ده. حالا باز دست رو به طرف بالا میکشید، باز تا هر جایی که میتونید بلند شید. خب توی این ورزش میتونید پاهاتون رو یه مقدار بازتر نگه دارید اگر که براتون سخت است، ولی اگر تونستید کمتر صاف نگه دارید بلند شید به این صورت. یک دو سه چهار پنج شش. حالا هر روز این کار که با هم انجام بدیم ببینید که بعدا میتونیم بیشتر بلشیم. خب نو ده. خب حالا برعکس فقط به تو دو طرف پهلو بلند میشید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا پا رو صاف بذاریم، خوب پا رو بکشید، حالا پا رو بلند کنید با دستتو بیزو. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت دو زانو رو برید به طرف داخل شکم فشار بدید. یک دو سه حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده.
دستتون پنجه انگول دستتون رو بزنید پشت زانوتون، فشار بدید تو. یک دو سه چهار پنج مجددا یک دو سه چهار پنج. حالا دو تا کف دست رو بگذارید زمین. یک دو سه چهار پنج. ببینید وقتی دستم کف زمین میگذارم، بند بند انگشتامو روی زمین فشار میدم. خب میتونید با این دستتون هم اینو صافش کنید، یه ماساژ بدید، همه این انگشتا رو صاف بذارید، این برام همینطور صافش کنید و بعد این رو خوب فشار بدید زمین، که در عین اینکه دارید ورزش شکمتون رو انجام میدید و لگن رو حرکت میدید، انگشت ورزش انگشت های دستتون رو هم برای آرتروز انجام بدید. خب حالا همجور که در دو دستتون دو طرف هست فیس رو یک دو سه چهار دو سه چهار چهار تا یک دو سه پنج شش هفت هشت نه تا ده تا. حالا پاتون رو صاف کنید، دو تا دست باز همین زمین فشار بدید. خب یک دو سه چهار پنج این حرکت هایی که انجام میدید تقریبا یه خود حالت نشست و برخواست هم داره. برای نشست و برخواست روز چیزی که باید هر روز شما تو طول روز تمرین کنید. خب حالا مجددا پاتون رو باز بکشید، خوب بکشید، پاتون رو به زان رو بیرون شکم حالا صاف بکن. حالا بریز یک دو سه چهار پنج شش هفت نو. حالا دستتون رو بذارید پشت گردنتون بیسرم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا دو تا دست باز بذارید کف زمین پار بیسرم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا تو گذرگاه پا رو به هم بزنید یک دو سه چهار پنج هفت هشت نو ده. یادتون باشه که هی انگشتاتون رو قشنگ زمین فشار بدید. خب یک دو سه چهار پنج هفت هشت نه ده. دو سه چهار پنج هفت هشت نه ده. مجددا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. خب حالا به این صورت دستتون رو فرار بدید. حالا پار بلند کنید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا بلند کنید پار یک دو تایی رو هم بلند دو سه چهار پنج. حالا بیارید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. حالا
عصر بیارید دو طرف بدن، بدنتون رو بلند کنید، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج مجددا دوباره دستتون رو بلند کنید، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا پا رو همجوری صاف نگه دارید، بدنتون رو بلند کنید، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. سعی کنید تا هر وقتی میدید، هر چی که هر وقتی امکانش هست هر طوری که هست شکمتون رو تو نگه دارید. حتما وقتی که دو دست طرف بدنتون دستات رو میخوایی زمین نگه دارید، حتما کف دست رو زمین فشار بدید، یکی یکی انگشتای دست رو هم روی زمین فشار بدید. خب و سعی کنید که با هر قسمت بند بند انگشت دستتون زمین رو حس کنید. خب یادتون باشه که قوزک پاتون رو به هم بزنید به این صورت و این هم ورزشه. اگه قوزک پاتون کج شده یا حتی کج هم نشده، این طور که میزنید این رو همیشه کمکش میکنه صاف بمونه. به هر حال یه اتفاقات که به مرور توی بدنتون افتاده رو نمیشه یک شب از بین برد، ولی اگر چیز مهمی نیست، دردآور نیست، دردش براتون قابل تحملی، نرین زیر تیغ جراحی. با این ورزش ها که حالت فیزیوتراپی میتونه برای بدنتون داشته باشه، میتونید همه قسمت ها رو به مرور زمان درستش کنید، در این که نذارید کج کوله تر از این بشه. وقتی که دو چرخ میزنید روی شکمتون رو هم شکمتون رو بدید تو، هم این که پا رو بشه روی شکم با ضرب بزنید و بعد پا رو صاف کنید. خب یک دو سه چهار پنج و بعد یک دو سه چهار پنج. حالا این حرکت رو هم انجام میدید به این صورت. فقط میخواییم ببینید چقدر میتونی خودتون صاف نگه دارید، چند طرف بشمارید، یک دو سه رو ده نوزده بیست. این برای تعادلتون هم خوب هست. حالا صاف یک دو یک دو و بعد یک دو این سمت، یک دو یک دو و بعد یک دو. ببخشید این هم دو. خب حالا این صورت، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا باز باز کن، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. حالا چند تا حرکت ساده داریم انجام میدیم، فقط برای اینکه ورزشمون رو هم تموم کرده بشیم. خب حالا پاتون رو بلند کنید، بیست یک اینو که میارید بالا،
یکی به یعنی این با این دست رو بیارید بکشید طرف جلو، با این دست ایزان رو بکشید اقل، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. وقتی این حرکت رو انجام بدید میبینید که چه قسمت هایی از بدن شما داره کشیده میشه. خب یک دو سه چهار پنج، شکم کاملا بدید تو، یک دو سه چهار پنج. کف پا رو بچسبید به هم، یک دو سه چهار پنج. حالا دو تا کف پا رو به هم بچسبید، صاف بشید. حالا با دستتون این دو تا زانو رو فشار بدید بیرون، یک دو سه چهار پنج. ورزش انگشتای پاتون هم به این صورت بدید، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار. ببینید هم دارم انگشت پامو ورزش میدم، هم انگشتای دستم داره ورزش میکنه. خب و بعد یک دو سه چهار پنج. شستتون اینجاهاش خراب شده اومده بیرون، این رو صاف. وقتی شما این وسط دو تا انگشت شست و پهلوی رو فشار میدید، میبینید که این انگشت پا اینجاش اگه قوزک زده باشه بیرون صاف میشه. این رو شما اینطور انگشتتون این زیر قرار بدید، این رو ماساژش بدید، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. کنار ماه ناخونتون رو قشنگ فشار بدید، به مرور اینا رو صاف کنید. اقلا وقتی این ورزش رو انجام میدید دیگه کچتر از این که هست نمیشه، اگر که کچ و کرده شده باشه. بعد همیشه سعی کنید با از انگشتای دستتون داری برای انگشتای پا استفاده می‌کنید برای ماساژ دادن، به طریقی باشه که همزمان انگشتای دست رو هم اونطوری که باید ورزش بده رو ورزش بده و ماساژ داده بشه. حالا یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. همیشه حتما وقت که ورزشتون تموم میشه ورزش گردنتون رو هم انجام بدید، شونهاتون رو بدید بالا و به طرف عقب و حالا گردن رو بیارید پایین، یک دو سه چهار پنج بیارید بالا، یک دو سه پنج مجددا، یک چهار پنج و بعد بیارید، یک دو سه حالا بیارید عقب، یک دو سه پنج، حالا این بعد یک دو سه چهار پنج. این برای ورزش‌های امروز ما بود. روزتون بخیر و شادی باشه. تا فردا.